درود بر همه ایزان و خوبان سپاسگزار که برنامه ما رو دنبال میکنید در سطح گسترده پخش میکنید از طریق پیپل به این برنامه کمک میکنید ما از طریق این تریبون از طریق این دوربین از طریق برنامه و مجموعه بچه های رودست که کار مشاوره میکنن با ما و در حقیقت مسائل سیاسی رو سی بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم توانستیم یک بخشی از بار رسانه ای که در صد سال گذشته نه حکومت رضا نه محمد رضا و بدتر از همه نه جمهوری اسلامی توانایی داشتن اونها واقعا این سه تا حکومت وظیفه داشتن از زمانی که پدیده رسانه اومد وظیفه داشتن که بیان و مردم خودشون رو روشن کنن که متاسفانه یه جورایی روز به روز هم داره بدتر میشه یعنی حداقل باز در دوران رضا در خلال جنگ جهانی دوم یه حرفای خوبی هم زده میشد در برخی از رادیو اومدیم در دوران محمد رضا شاه نصف در دوران جمهوری اسلامی نابود شدیم یعنی اصلا اینا کسانی که در جمهوری اسلامی کار رسانه میکنن هیچی از رسانه واقعا آنم متاسفه خیلی البته می میفته ولی اتفاقات تکیست سریال خوبی هم درست میشه فیلمی هم درست میشه برنامه خوبی هم داده میشه ولی به صورت استثنایی. یعنی هیچ وقت به صورت روند نبوده متاسفانه روند رسانه ای در جمهوری اسلامی بسیار رو... در کلیت یک روند مفتزهی است اما سرتون درد نگیرم اتفاقات در بخش های مرس های غربی کشور متوسط جریانات مختلف تجزیه طلب پانکورد لحظه به لحظه همیشه در این سالها به خصوص لحظه به لحظه تشدید میشه ناامنی ها و متاسفانه ما شاهد کشته شدن سربازان ایران مرزبانان ایران هستیم و مسئله در حقیقت خروشش از اقلیم کردی عراقه که دقیقا منظورم عربیل عراقه که ما باید یه اقدام میکنیم احسابی که شما می‌بینید اینا الان اقلیم کردستان عراق در حقیقت یک بازی چندگانه رو با ایران انجام داره میده از یه وقت به ما از یه طرف میاد به ما تعهداتی میده که حواسش هست و فلان و جلوگیری میکنه ولی از طرف دیگه ای در حقیقت بخاطر که دولت مرکزی در عراق توانایی نداره و سیاست انفعالی داره در برابر اقلیم کردستان عراق و حتی انقدر توانایی نداشته که جلوی اقلیم کردی عراق بگیره که یک در حقیقت گذرنامه جدیدی در درون خود کشور عراق درست کرده که شما اگه از بغداد بخواید برید در کردستان باید اون گذرنامه رو داشته باشید و این سیاست های انفالی دولت مرکزی در اقلیم کردستان عراق باید شده که اینا یک بازی چندگانه به ما داشته باشن از یه به ما تعهد میدن ولی از یک طرف دیگه هر چند وقت یک بار دست این جریانات پانکردی که حکم یک سگ وحشی رو دارن تو دست اقلیم کردی عراق و دشمنان وجودی ایران که قلاده رو بستن یه قلاده اینا رو ول میکنن قلاده اینا رو ول میکنن اینا هم سگای وحشی بالا هم میشن میان تو کوههای غرب کشور ما و متاسفانه باعث اقدامات تروریستی گسترده ای میشن و زمانایی هم که نمیان یعنی اقدام تروریستی نمیکنن در حقیقت میان و قسمت لوجستیکی کار تروریستی رو انجام میدن یعنی چی یعنی سلاح اسلحه مهمات آماده میکنن سوار چارپا خر الاغ میکنن میرن دست کولبرها که کولبرها بیارن بخش قابل توجهی از کولبرها خب به خاطر مسئله مالی و اینا با اینا همکاری میکنن و کلی سلاح میارن می اقدامات در اقلیم کردی باید یه مقدار به نظر با ریشه قضیه رو بررسی کنیم من یه برنامه کوتاهی البته الان خواهم داشت ولی باید اقدامات انجام بشه چون ایران یک پیام هایی رو فرستاده اما این جنایت پانکورد خیلی جالب بر همیشه هم به خاطر که بخش تبلیغاتشون دخترا رو میارن و جوانای مردم رو میبرن اونجا این دخترها رو فریب میدن پاشید بیاید قرار مبارزه کنید آخه من پرسش جدی دارم این دختر کرد عراق که کرد مثلا دم حزب دموکرات کردستان ایران خب میگن حزب دموکرات کردستان ایران این الان مثلا اینجوری آرایش کرده اینجوری مثلا لاک زده این الان مثلا میخواد بجنگه و متاسفانه من اینجا به دختران عزیز کردستان ایران بگم بعضی از شماها رو تو رسته های کردستان فریب میدن و این دختر رو اکسشو به شما نشون میدن شما یک تصویری از این خانم دارید میبینی پشت پرده نمیدونید چه اتفاقی داره میافته من دروغ میگم ولی برید یک مقدار با جدیت بیشتری خاطرات دختران پیشمرگه حزب دموکرات کموله پژاکو بخونید در حقیقت اینا حکم سرویس دهی جنسی برای سربازان در یا فرماندهان جریانات پانکورد دارن شماها ها رو نمیبرن مغزتون رو شستشو میدن میگن بهتون اسلحه میدیم شما ها شجاید. میجنگید ولی شما ها رو برای جنگ در ابتدا به ساکن نمیبرن شما رو میبرن در کوه کردستان عراق و اونجا نگهداری میدونن نگهداری میکنن تا با شما ازتون سوء استفاده جنسی کنن سوء استفاده جنسی کنن تحقیر جنسی کنن بارها اسنادش در اومده توسط برخی از همین خانم های پیشمرگه که فرار کردن اومدن سوئد در اروپا اومدن افشاگری های خیلی مفیدی هم انجام شده بنابراین دختران پسران کردستان بخش های خطه کردستان ایران فری به این جریانات رو نخورید رو نابود نکنید اگه دختری که میدونید حتی اگه پسرم هستید آمار تجاوز به پسرها در بخش و پالگانهای های پیشمرگه های کردستان جریانات حزب کومولو و دموکرات کردستان و اینا بزنم تخت 15 16 جریان تجزیه طلب پان کردی ما اونجا داریم و اقدامات گسترده ای می میکنن در این حوزه و زندگیاتونو نابود میکنن خب زمانی هم که اینا مثل سگ وحشی حمله نمیکنن در مرزهای اینان در حقیقت دارن کارهای لوجستیکی میکنن و گفتم بهتون بسته بندی سلاح و فشنگ و غیره میکنن خیلی تازه اون بخشایی که دیگه خیلی حال بدن و نخوان اقدام میکنن دیگه مثلا دیگه واردات ریسیور رو مشروبه که این دیگه کار خوبه شونه که ایرادی هم نداره ولی عموما یا مثلا دارن سلاح سرد وارد میکنن یا سلاح گرم دارن وارد میکنن برای ناام کردن ایران خب حالا ما بچه چه اقدامی بکنیم ایران رفته چندین بار به مقامات عراق هشدار داده مقامات عراق متاسفانه برخورد انفعالی میتونن بکنن با بخش کردستان ایران به اقلیم کردی عراق هم گفته اینا حرف گوش نمیکنن ایران مشروع هستش که اگر اینا بخوان مرزهای ما رو در حقیقت ناامن کنن ایران بدون اجازه میتونه به وارد خاک عراق بشه و این جریانات تا هر نقطه هستن به سزای اعمالشون ببین تروریست آخه نمیشه تحمل کرد اینها جریانات تروریستی هستن هیچ جای دنیا هیچ نوع... هیچ کدوم از نرم های بین المللی جمهوری اسلامی رو نمیتونه بازخواست کنه که تو چرا رفتی با یک حزب مسلحی که علیه داره میجنگه وارد خاک عراق شدی و اینها رو در حقیقت تارمار کردی اینها فعالان سیاسی غیر مسلح نیستن که بخوام برن در پوزیشن در حقیقت حقوق بشری اینا پنهان شن اینا اسلحه گرفتن اسلحه تو دستشونه و این اقدامشون رو نمیشه در حقیقت نادیده گرفت اینا دارن اسلحه میگیرن و شعارشون هم هست ناامن کردن مرزهای ایران کشتن مرزبانان ایران من میخوام ببینم کدوم سازمان ملل کدوم جریان حقوق بشری میتونه خیر ایران بگیره اگر اقلیم کردی عراق مشخصا خانواده خائن بارزانی وابسته به اسرائیل اگر اینا طبق تعهداتشون نمیتونن عمل کنن و این جریانات رو نمیتونن قلاده هاشون رو بگیرن که ول نشن بیان گاز بگیرن اگه اینا توانایی گرفتن قلاده اینا ندارن سگ وحشی که قلادش رهاش بیاد سمت ایران این سگ وحشی تلف خواهد شد این یک هشدار طبق نرم های بین المللی طبق قوانین بین المللی این جریانات تروریستی هست حتی جمهوری اسلامی بعد یک سری وکلای خوش برزه در خاک اروپا خیلی از این جریان تروریستی که اقامت کشورهای مختلف اروپایی رو دارن عکساشون تو فیسبوک با اسلحه هست اینا ببخشید اینا خطرناکه اینا عضو کدوم کشوریان که بخو عضو کدوم ارتشیان که به خودشون اجازه دادن اسلحه بگیرن حزب دموکرات و کموله بعد جوابگوی جنایت هاش در تمامی این سال ها باشه خیلی جالبه برای پوفیوزا میرن تظاهرات میتونن تو اروپا اینا به عنوان فعالان و حقوق بشر فعال و حقوق بشر چی تو بعد پاسخگو باشی سر سرباز ایرانی رو هم در خلال جنگ جهانی دوم که آقای قاضی محمدتون اومدن و حزب مخابود زدن هم اون موقع سرباز ایرانی رو در سال 1320 سر بریدی قبل از اونم آقای سیمیتقوتون سر برید در دوران رضا بعد از اینا وایسد دیگه یه خود سرکوب شدی تا یعنی محمد رضا یکی از کارهای مفیدش این بود که این جنایت حسابی سرکوب کرد با آغاز انقلاب اسلامی سال 57 دوباره مثل کرم و مثل خرخاکی و اینا از زیر هوا چیزه بارانیس اومدید و از زیر خاک خودتون رو کشیدید بیرون و دوباره جنگ مسلحانه علیه ما آغاز کردید نزدیک سه هزار سرباز ما رو در جنگ های و اتفاقات کردستان از دقیقا بهتون بگم 29 بهمن 57 تا اردیبهشت به هشت 59 شما ها اقدامات گسترده ای در این یک سال خورده ای کردید و نزدیک سه هزار سرباز آقای سیار شیرازی رو شما به قتل رسوندید بعد از اونم که همواره داری سربازای به مرز ما رو میکشید شما به خاطر یک عم جنایت صد سال جماع... جنایت سازماندهی شده باید پاسخگو در عرصه بین باشید نه اینکه سرتون رو تچ کنید در کنگره سوئیس با خانم شیرین عبادی اونجا براتون تو پارلمان سوئیس سالن بگیرن برید اونجا بگید که به ما مثلا نقض حقوق بشر شده اینا <applause> شوخیه واقعا شوخیه به هر روی امیدوارم که جمهوری اسلامی پیام هایی رو هم فرستاده به اقلیم کرد... کردستان عراق پیام هایی رو در هفته گذشته فرستاد برای خود عراق به هر حال یکی چند بارم اقدام شده موشک زده ایران اقداماتی کرده ولی باید این جریان یک بار برای همیشه در این تاریخ صد ساله ای که مثل بوز کوی پنهان میشن در کوهستان ها باید اینا در حقیقت پاکسازی بشن بسته دیگه چقدر جنایت در شما ما سرباز جرات نداریم بزنیم توی بخشای غربی کشور که این کسافت ها فقط سر میبرن قرمتون برم شب و خوش این بخش برنامه رو میبندم و همه شما ایزان و خوبان به اهورامزه ایران بدرود